بنامیان خداوند مهربان سلام عصر بخیر به کاربار از یک خوش آمدین. بحث را در مورد برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی افغان ترک در کابل برگزار کردیم و در این بحث آقای مراد آقیو سکرتر جنرال انجمن تاجران و صنعتکاران افغان ترک با خود داریم و همچنان آقای عتیق الله نصرت معاون عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان که شما به کاربار خوش آمدید. تشکر بسیار. خب آقای نصرت با شما آغاز میکنیم. این نمایشگاهی که برگزار شد و فردا روز آخرش است، میخوایم از شما بشنویم که چگونه یافتین این نمایشگاه را، چقدر روزی زیر از این برگزاری این نمایشگاه. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که شما شاهد افتتاحیه نمایشگاه ما روز دوشنبه بودین که امروز روز در روز سوم نمایشگاه قرار داریم که فردا روز آخر نمایشگاه است تا ختم روز به تمام مردم باز خواهد بود. این نمایشگاه ما سومین نمایشگاه بین المللی افغان ترک است که با همکاری اتاق تجارت صنایع افغانستان و انجمن تجار و صنعتکاران افغان ترک دایر میشه و در سالهای گذشته هم ما دو نمایشگاهی را داشتیم که بسیار مفید واقع شده بود. نسبت به نمایشگاه های قبلی ما به مراتب بهتر است. ما به خاطر از اینکه میتونیم نتایج ملموس از ایرا و مفیدیت از ایرا پیش از پیش بینی کنیم، به خاطر از اینکه در این نمایشگاه، در حاشیه از این نمایشگاه، ما یک کنفرانس تواصل تجارتی هم دیروز با بین تجار و صنعتکاران افغانستان و ترکیه داشتیم که او هم بسیار موفقانه سپری شد و همچنان تعداد بازدید کننده ها را که میبینیم ما در این نمایشگاه، یعنی تا به امروز تا به حال در حدود 15,000 بازدید کننده بوده از نمایشگاه ما، که حالا که در سالهای گذشته از نمایشگاه دومی ما در مجموع 10,000 بازدید کننده بود. ما امیدوار هستیم که تا ختم روز فردا بالاتر از 20,000 بازدید کننده خواهد داشتیم از نمایشگاه ما. خب آقای نصرت، نشست که دیروز داشتین، اگر مشخصا بگوین رو چی نکته بیشتر تاکید صورت گرفت؟ در حقیقت در این نمایشگاه در حدود 30 شرکت ترکی به عنوان نمایش دهنده و در حدود 50 شرکت ترکی هم به عنوان بازدید کننده یا عبارت از سرمایه گذارهایی هستند که علاقمند هستند در افغانستان بیان سرمایه گذاری کنند و بخش تجارت های خود ایجاد کنند و تجارت های مشترک بین افغان ها و ترک ها به وجود بیارن که اشتراک کردن. و همچنان در پهلوی از او 40 شرکت افغان داریم که در این نمایشگاه محصولات خود به نمایش میگذارند. در مجموع 70 شرکت به عنوان نمایش دهنده در این نمایشگاه اشتراک کردند و کنفرانس تواصل تجارتی یا نشست تواصل تجارتی دیروزی ما بین بازدید کنندهایی که به منظور جمعآوری معلومات در رابطه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان به افغانستان تشریف آوردن و همچنان ببینن که چه فرصت‌ها برایشان وجود داره، به چه شکل میتونن تجارت‌های خود وسعت بدن به افغانستان و چه رقم تجارت‌های مشترک با افغان‌ها یک جا میتونن، با می منظور بود که نشست‌های دو جانبه رویارویی بین تجار اعضای سکتور خصوصی ترکیه و اعضای سکتور خصوصی افغانستان فراهم کردیم که در حدود 50 الی 60 شرکت افغانی با شرکت هایی که از ترکیه آمده بودن دیدن کردن، به نوبت از سکتور های مختلف و آمده بودن البته دیدن کردن که بسیار مفید واقع شد و در رابطه با عقد قراردادهای احتمالی بین شرکت ها هم صحبت کردن که ما امیدوار هستیم که این دیدارها تعقیب خواهد شد از طرف هر دو طرف و اتاق تجارت صنایع افغانستان و انجمن تجارت صنعتکاران افغان ترک هم مسئولیت های لازمه را در این عرصه فراهم خواهند کرد تا ما بتانیم شاهد ایجاد تجارت های مشترک و سرمایه گذاری های ترک ها در اینجا باشیم و عموما معلومات کافی در رابطه با فرصت های سرمایه گذاری در عرصه های مختلف در سکتور های مختلف برایشان ارائه شد. خب آقای نصرت، این قرارداد که قرار است بین افغانستان و کشور ترکیه منعقد شود بلند مدت است؟ دقیقاً عموماً قراردادهایی که عقد میشه یا سرمایه‌گذاری در بخش صنعت میباشه که سرمایه‌گذاری‌های مشترک میباشه یا ای که ایجاد نمایندگی‌های شرکت‌های بسیار مشهور ترکیه که مثلا ما شاهد یک تعداد نمایندگی‌های کمپانی‌های مشهور مبل فرنیچر ترکیه را در اینجا داریم که مدت‌ها در حدود 5-6 سال از اینجا فعالیت دارن و می شکل دوامدار میباشه که یا آماده هستن تا ای که تجارت دوامدار خود در افغانستان ایجاد کنن. با مو اساس یک قرارداد 10 سالی بین اتاق تجارت صنایع افغانستان و انجمن تجارت صنعتکاران افغان ترک با منظور تدویر نمایشگاه ها برای 10 سال آینده هم عقد شد. یعنی پیام از این قرارداد تفاهم نامه 10 ساله ای بود که یعنی ترک ها در هر موقعی
آماده هستند که در اینجا کار کنند. چی بعد از 2014 باشه؟ بیشتر در بخش علاقمند هستند سرمایه گذاری کنند. تا به حال سرمایه گذاری های ترک ها عموما در پروژه های انکشافی در بخش ساختمانی و زیربنایی بوده و حال در بخش مواد غذایی، در بخش مبل فرنیچر، در بخش صنعتی تولیدی و تولید مواد ساختمانی هم و بسیار علاقمند هستند که به اندیجه سرمایه گذاری کنند و ما شاهد چندین سرمایه گذاری های در نتیجه دو نمایشگاه قبلی بودیم. بسیار خوب. آقای آقیزاده، شما در مورد نمایشگاه بگویید، چقدر کشور ترکیه از نمایشگاهی که در کابل برگزار شد چقدر راضی هستند و چی نتیجه مطلوب را به دست آوردن ناوردن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا شرکت های ترکی از ترکیه که میایه افغانستان که ببینه، خصوصا نمایشگاه ما دیده، آنها خیلی عاجب شده، یعنی آنها حیران شده. افغانستان ما فکر نکردیم که امیر رقم یک کشور است. آنها فکر میکنن افغانستان هر وقت زیر انفجار است، دیگر گپلا است، امیر رقم یک فکر داشتن. فقط افغانستان که شرکت هایی که افغانستان میآید فکرش 100% تغییر میشه و آنها بخواهی که در افغانستان حتما یک سرمایه گذاری میکنه یا نمایندگی پیدا میکنه و نتایج نمایشگاه ما اصلا امی مهم است. آنها چی که میخواهی در افغانستان یافته کرده میتونه، یعنی روزی به نظر میزن خیلی راز هستن. بله. خب آقای آقیزاده، تعداد تاجران و سرمایه گذاران ترکی در این نمایشگاه چشمگیر بود؟ فعلا 30 شرکت از ترکیه اینجا آمدن. من فکر میکنم سال آینده انشالله نمایشگاه ما کم که باشه 60 شرکت ترکیه حتما اینجا میآید. چرا؟ و آنها ما فقط نمایشگاه داخل نمیکنیم. امروز بازار افغانستان هم یک برنامه جور کردیم. آنها در بازارهای افغانستان، دکانهای افغانستان و پارک صنعتی افغانستان گذاری میکنه. انشالله نتیجه خیلی مفید میشه و اعتبار به خاطر افغانستان هم خیلی خوب نتیجه میده. بسیار خوب. آقای آقیزاده، هدف از تدوید این نمایشگاه بهتر شدن روابط تجاری و سرمایه گذاری افغانستان ترکیه بود. شما وضعیت بازارهای افغانستان به خاطر سرمایه گذاری تاجران ترکیه چه قسم ارزیابی میکنید؟ ما اولا مردم افغانستان را، کشور افغانستان را و بازار افغانستان را اعتماد داریم. از این خاطر به اتاق تجارت چیزی ما قرارداد ما داس حالا امضا کردم. یعنی که ما رقم فکر ندارم که 2014 بازار افغانستان خراب میشه. انشالله بازار افغانستان سال به سال رشد میکنه و پیش بره. از این خاطر شرکت های ترکیه هم سال به سال انشالله تعدادش زیاد میشه. دیگه یک تغییرات هست. قبلا شرکت های ترکیه زیادش که شرکت های ساختمانی بودن و آنها کمپانی های ایساف کار میکردن. فعلا که شرکت های ترکیه از کمپانی ایساف خروج میکنند، فقط بازار افغانستان داخل میشوند. بله، تشکر. پس از وقفه برمیگردیم، با ما باشید. باز هم خوش آمدید. خب آقای نصرت، نمایشگاهی که سومین نمایشگاهی که در افغانستان برگزار شد، این نمایشگاه در سطح ولایت هم بوده یا تصمیم دارین که در آینده نمایشگاهی در سطح ولایت افغانستان هم داشته باشین؟ بر فعلا ما تصمیم ما همی بوده که در مرکز ما کوشش کنیم که این نمایشگاه را معرفی کنیم، ترویج شود و بعدا حتما در دراز مدت تصمیم داریم که در ولایت ها، خصوصا در ولایت های عمده که در زون ها قرار دارن که وجه فرصت ها زیاد است، پتانسیل زیاد است، وجه هم نمایشگاه های داشته باشیم تا ما بتونیم که محصولات مربوط به ولایت ها را مشخصا که به اساس ولایتشان و نمایش بگذاریم و به مارکت های تمامی، مارکت های افغانستان و از دو طریق به مارکت های جهان به معرفی بگیریم که یک فرصت خوبی به ولایت باشه. که تصمیم داریم که در آینده ها در ولایت هم دایر کنیم نمایشگاه را. خب نمایشگاهی که در افغانستان، سیمون نمایشگاه که در افغانستان برگزار شده، چون نمایشگاهی در ترکیه هم داشتیم؟ در ترکیه نمایشگاه های بوده. اتاق تجارت صنایع افغانستان یک تفاهم نامی همکاری با
اتاق تجارت صنایع ترکیه هم دارن که در بعضی موارد خصوصا در اعزام هیات‌های تجارتی به ترکیه یا در دعوت هیات‌های تجارتی از ترکیه به افغانستان ما کتشان همکاری داریم به اساس از او تفاهم نامه نمایشگاه‌هایی که در ترکیه دایر میشه ما اعضای اتاق تجارت اشتراکشان فراهم میسازیم از طریق نمایشگاه در چندین نمایشگاه‌ها اعضای اتاق تجارت اشتراک کردن و از بعضی سکتورها مثل سکتور قالین و یا به عنوان نمایش دهنده که محصولاتشان بردن در وجه غرفه گرفتن به نمایشگاه اشتراک کردن اما عموما به عنوان بازدید کننده همه ساله در نمایشگاه ها صدها تجار افغان به ترکیه سفر میکنن و به نمایشگاه ها اشتراک میکنن و از او دیدن میکنن یعنی محصول یا فرآورده های افغانستان در ترکیه به نمایشگاه گذاشته نشده جز قالی قالین بوده که به نمایش گذاشته شده اما در دیگه موارد هم مثلا میوه خشک و در بخش مواد زراعتی ما یک تعداد محصولات خود به نمایش گذاشتیم اما مشخصا روی محصولات افغانی که یک نمایشگاهی دایر شده باشه دایر نشده در نمایشگاه های عمومی یا به عنوان نمایشنده اشتراک کردن دلیلی بوده که یکی خو طبعا از نگاه ترانسپورتی ما یکم مشکلات داریم انتقال اموال از اینجا با مشکل مواجه میشه اما دمی اواخر خصوصا میشه شورا بکنه مشکلات چی بوده؟ مشکلاتی که خو مسیر مسافه دور است و دیگه مشکلات ترانزیتی که ما داریم از طریق ایران اموال ما انتقال میابه و به مو اساس به خاطر حل از این مشکلات شما شاید در جریان باشین که کنوانسیون تی آی آر یک کنوانسیونی است که از طریق از او با استفاده از او کنوانسیون ما میتونیم تمام اموال افغانستان از طریق کشورهای آسیای میانه یا ایران به اتحادیه اروپا برسانیم و با مجرد تطبیق از او کنوانسیون تیر در افغانستان ما میتونیم اقلام صادراتی افغانستان و اقلامی که به نمایشگاه قرار است باید دوجه به نمایش گذاشته شوه بسیار با آسانی میتونیم انتقال بدیم این همچون مشکلات تکنیکی وجود داشته شاید هزینه بسیار بالا بوده تجار ما آماده نبودن که با پرداخت همچون هزینه به نمایشگاه اشتراک کننده وجه اما عموما در نمایشگاه هایی که در ترکیه دایر شده نمایندگی های از بخش های مختلف در نمایشگاه ها از افغانستان نمایندگی کردن و اشتراک کردن خب آقای نصرت اول بازارهای افغانستان ببینیم که کالاهای بی کیفیت کشورهای خارجی تشکیل داده و کالاهای بی کیفیت وارد افغانستان میشه در این نمایشگاه کیفیت محصولات ترکیه را شما چگونه ارزیابی کردید ببینید کیفیت بر ما بسیار مهم است ما همیشه تاکید ما روی میز اگرچه کنترل کیفیت یکی از مسئولیت های اتاق تجارت صنایع افغانستان نیست ادارات دولتی زیربطی هستند که او باید کیفیت کنترل کنند اما ما همیشه کوشش ما می بوده که هر نمایشگاهی را که دایر کردیم اموال با کیفیت از او کشور باید داخل افغانستان شود به خاطر از اینکه ای در نتیجه این نمایشگاه یک کار انجام می یابد که عبارت از ایست که معرفی اموال یا محصولات تولیدی یک کشور در افغانستان و محصولات تولیدی افغانستان در این نمایشگاه به خریدارای از او کشور می باشه که ما در هر دو حالت ما هم کیفیت تولیدی افغانستان بسیار سرش تاکید داریم مد نظر می گیریم هم کیفیت کالاهایی که به نمایش از کشورهای ترکیه یا از دیگر کشورها در نمایشگاه ها میارن اشتراک میکنن او را در نظر می گیریم که همیشه کیفیتی که ما در نمایشگاه ها به نمایش گذاشتیم کیفیت از او اموال بسیار خوب بوده و قیمتش هم نازل بوده به مو اساس ببینین شما قسمی که خودتان گفتین محصولات بی کیفیت یک سلسله کشورها تمامی مارکت های افغانستان را گرفته یگانه راه تعویض از این محصولات بی کیفیت امین نمایشگاه ها است که ما از طریق نمایشگاه ها محصولات با کیفیت معرفی کنیم با قیمت های نازل که تا بتونن مردم ما تاجر ما با استفاده از امین نمایشگاه ها خریدارای خود در کشورهای مختلف شناسایی کنن و از او محصولات با کیفیت خود بیارن مثلا آقای آخیوز شما چی فرق را بین این نمایشگاهی که در حال جریان یک فرد روز آخرش است با نمایشگاه دو نمایشگاه قبلی که داشتین میبینین چی تفاوت را احساس کردین؟ یک چیزی که است که نمایشگاه یک سال به سال رشد میکنه یعنی که دو سال پیش ما نمایشگاه جور کردیم مردم ما افغانستان یعنی زیارت کننده نفرا خیلی تعدادش کم بودن یعنی بین سه روز تقریبا سیوندم هزار نفر مجد کردم امن نمایشگاه نمایشگاه سال گذشته بین سه روز دا هزار نفر زیارت کردن فعلا که ما نمایشگاه ما دوینیم روز شد یعنی فردا انشالله روز آخر است بین دوینیم روز تقریبا سیزده هزار نفر زیارت کردن و مردم خیلی علاقمند هستن البته که مردم که علاقمند است
tedadı şirkete iştirak kuranda hem sal ve sal ziyat meşe. İnşallah fikir mükürüm sağla ayende tedadı şirket hayi iştirak kuranda fikir mükürüm ziyatlar sat şirket meşe. Ve fikir mükürüm ki ziyadış nasıl bir şey es Türkiye miyayı. مهمترین موثریت را که دهی نمایشگاه شما مشاهده کردین نسبت به نمایشگاه قبلی چی بوده؟ دیگه یک چیزی که عجب هستن دو سال پیش که اینجا آمده بودم خصوصا خانم ها نمایشگاه ما زیارت نه آمدن یعنی تعدادش خیلی کم بودن باور میکنه امی سال نصف زیارت کننده ها خانم ها هست یعنی امی یک چیز هست که خانم ها در مکتب هم علاقه مند هستن به خاطر نمایشگاه هم صنعت و تجارت هم علاقه مند هستن و سال به سال پیش برن پس از وقفه برمیگردیم با ادامه بحث خوش آمدید آقای آخیوز این نمایشگاه فقط سال یک بار برگزار میشه؟ فعلا که سالانه یک بار نمایشگاه است فقط انشالله فکر ما امیل اقام است که سالهای آینده انشالله سالانه یک تن است چند تا نمایشگاه جور میکنیم و بخش جور میکنیم مثلا نمایشگاه زراعتی نمایشگاه به خاطر ساختمانی فرنیچری و نمایشگاه به خاطر لباس کلایه و نیت ما امر خمس تا کی فقط قابل نیست انشالله دیگه ولایت هم مزار شریف هرات ممکن یا جلال آباد هم خاندارم نمایشگاه انشالله سالهای آینده جور میکنم بسیار خوب آقای آخیوز در سال 1391 میزان تجارت ترکیه و افغانستان میتونین بگین فیصدیشه که در چی فیصد بوده؟ سال گذشته میزان حجم افغانستان و ترکیه تقریبا 3% پیش رفته انشالله سال به سال انشالله پیش بره بسیار خوب آقای نصرت فکر نمیکنین اگر در یک سال دوبار یا سه بار این نمایشگاه برگزار شود موثریتش بهتر باشه؟ ما دقیقا موثریت نمایشگاه بیشتر می باشه ما قسمی که آقای مراد آقیوز گفتن که ما تصمیم داریم که نمایشگاه را به شکل سکتوریش دایر بکنیم که مشخص به سکتورهای باشه و همچنان بیرون از کابل بریم به دار ولایت دایر کنیم در پهلوی از این ما تصمیم داریم که همیشه در پهلوی نمایشگاه ها نشست های تواصل تجارتی با من بازدید کننده یا کسایی که به عنوان ویزیتور از اون کشورها میآیند بین ازوا و بین سکتور خصوصی افغانستان بسیار مهم بوده چون نمایشگاه یک مسئولیت بسیار زیادی را داره از نگاه آمادگی های تکنیکی و پیشبرد ازی ما در پهلوی همچنان سازماندهی نشست تواصل تجارتی به او اساس امسال تصمیم مهمی بوده که سر سال آینده ما مشخصا نمایشگاه و نشست تواصل تجارتی را از هم جدا بسازیم در یک زمان متفاوت نشست تجارتی را دایر کنیم که هم برای دو روز باشه که متاجرای زیادی را سرمایه‌گذارا را خصوصا دعوت کنیم به خاطر از اینکه می‌بینین افغانستان یک کشوری از فرصت‌های زیادی در در بخش‌های مختلف فرصت‌های سرمایه‌گذاری وجود داره و همچنان ما هم به می عقیده هستیم به عنوان اتاق تجارت یگانه راهی که افغانستان سر پای خود از نگاه اقتصادی استاد میکنه سرمایه‌گذاری ها است جذب سرمایه‌گذاری ها است و به همو اساس پالیسی‌های تشویقی هم روی دست گرفته شده که تا ما بتونیم سرمایه‌گذارا را دعوت کنیم تصمیم ما است که ما حداقل سالانه یک مرتبه یک نشست تواصل تجارتی بسیار حرفه‌ای را که تعداد زیاد تاجرا سرمایه‌گذارا از ترکیه اشتراک کنند داشته باشیم دایر کنیم تا بتانیم که مشخصا روی فرصت ها صحبت کنیم و همچنان تجارت های مشترک با وجود آمدنش فراهم ساخته باشیم مثل که ما چند هفته قبل با یک هیئت از هندستان تشریف آورده بودن با او داشتیم که بسیار مفید واقع شد و خب در سالهای اخیر میزان صادرات افغانستان به ترکیه را چطور می‌بینید حجم تجارت به اساس ارقامی که ما از خود سفارت گرفتیم در حدود 297 میلیون در حدود 300 میلیون دلار است که طبعا اکثریت از این واردات افغانستان از ترکیه تشکیل میده اما در نتیجه می دو نمایشگاه قبلی یه هم دیده شده که صادرات ما 30% افزایش به ترکیه داشته که در نتیجه از این نمایشگاهی بوده که ما محصولات خود توانستیم به خوبی معرفی کنیم که 30% یک رشد قابل ملاحظه است که ما ای را به عنوان یک دستاورد می نامیم بسیار خوب آقای بیشتر کدام فراورده یا محصول ترکیه در افغانستان بازار خوب داره
hususen mevadı Türkiye'de Afganistan mevadı sahtumani, mevadı bergi, diğer libas, mevadı ziraati ve gızayı. Fikir mükünüm de Afganistan hali hub pazar paydakarda bir tane. Ama fikir nemi mükünün bahoş bir seyir bulandız? Kıymetiş bir seyir bulandız? Bəli, kıymetiş bulandız fakat ya çizəz ki keyfiyyeti mevadı Türkiye'm çizəzden. Yani hub asan eğer ki der Afganistan sal besal inşallah merdum her çizik bebinen keyfiyet bir keyfiyet çırakamazdan hop mefaman ve mevadı diğer kişilere ki tercih hem kuran kemik kıymetlerden başı mevadı Türkiye tercih mi kuran. Bisir hop. Der kısmat sermaye gözleri mekatebe Afgan Türk der Afganistan meşe malumat bete. Mekatebe Afgan Türk man evvela evvelen Ankara hayli teşekkür mü kuran çara hatırın nümayişkayı maha Ankara hayli ziyat kömek yerden ve aslan tahta bir nümayişkayı maha hem Ankara zor kerden. Bəli, bəli. Az İlhatır reis mekatibi, reis umum mekatibi Afgan Türk Numan Erdoğan rağmen azınca hele teşekkür okurum. Diğer nefara ve hatırı bana hele kömek yerden gül personel Afgan Türk ben teşekkür okurum. Gepi diğer mekatibi Afgan Türk ince Türk'a mekatibe Afgan Türk'e ince si, ez ziyattır si müessese daran. Mektep daran, kursu amızışı daran. Der nezdik vakti inşallah yek merkezi farhangi zaban çormaşa inşallah. Ve aslan mekatibe Afgan Türk ez tarafı sermaye güzeli. Mümkün heli ziyatlıysan fakat yakışacağız ki tevlidatı anha hayli mühimest. Hayli hub şakit terbiye mi kunan ve emri yakış çağısı büzük ve Afganistan aslan. Bale, vakan. Ben onu pırsı şokhar Ağay Nusrat az şuma mi pırsıb ki dadan aliterin nişan otaq tijarat ve sanayi Afganistan be Ağay Numan Erdoğan reis umumi mekatib Türkiye roy çi delili bude? بله، عالی‌ترین نشان اتاق تجارت صنایع افغانستان در حقیقت عالی‌ترین نشان سکتور خصوصی افغانستان است که ایده ما به هر مرجعی که اهدا میکنیم تفویض میکنیم باید هیئت مدیری اتاق تجارت صنایع افغانستان پیش از پیش را منظور کنه که البته به خدمات شایسته و به خدمات بشایبی یک نهاد یا یک شخص اهدا میشه که از او جمله مکاتب افغان ترک در جریان در تقریبا 17 سال گذشته از طریق ایجاد مکاتب بسیار خدمات قابل ملاحظه و بی‌شایبی را خصوصا در راستای تعلیم و تربیه اولادی وطن از خود نشان دادن و واقعا به این مردم خدمت کردن که امروز ما ثمری از او را میبینیم و برای افغانستان در شرایط دشوار یا آماده شدن خدمت کردن در رژیم های مختلف در شرایط بسیار دشوار یا حاضر بودن دیجه کمک کردن فی سبیل الله بدون کدام هدف سیاسی یا کسایی بودن که در تعلیم تربیه بخش تعلیم تربیه افغانستان رشد دادن در حقیقت کار اساسی است که غیر مستقیم یک مفیدیت بسیار زیاد برای رشد اقتصادی هم داره یعنی رشد تعلیم تربیه ما با پاس از امو ایاره لایق دیدیم که یا شایستی نه تنها نشان عالی بلکه بالاتر از این چیزا هستند که اتاق تجارت صنایع افغانستان به پاس ازمی نشان عالی اتاق تجارت صنایع افغانستان به رئیس عمومی مکاتب افغان ترک و به پاس ازمی خدماتشان اهدا کردن تفویض کردن با تشکر از آقای مراد آخیوز و آقای عتیق الله نصرت تشکر ای بود برنامه کاربار که تقدیمتان شده است توجه و همراهیتان تشکر از شما دعوت میکنم که در ساعت 5 با همکاران بخش خبر مونیز باشید خدا نگهدار